ما یوسف رو پیش کارهایمون گذاشتیم، پیش اساسیمون گذاشتیم. این اولین مخالفت با قرارداد با پدره، پدری که اجازه داد که یوسف خارج بشه. بعد که گفتند که ارسله معنا غدا یرتع و یلعب، بفرستونه با ما فردا که بازی کنه، بخوره، بنوشه. و گفتند که انا له ناصحون، ما نصیحت گرشیم. نگفتند که با مشت لگد میزنیمش، میندازیمش، ببینید که پدر مادر دور بشن، از دوش میذاریمش زمین و هی میدمانیمش و بعد هم میندازیمش تو چا. بعد هم گفتم انا له لحافظون، ما حافظشیم. خب شما اونو گرفتی با خودتون که ببریدش به با شرطی با شروط که گذاشتید بازی کنه، برادرتونه، بخوره، بنوشه، از میوه‌هایی که اونجا هستش حفظش کنید، یا یعنی که شما بردید که نگهبان اساسیاتون باشه. این اولین اخلال به شرط. برای دروغگو حافظه نداره. در عربی مثالی هست، میگن که اذا کنت کذوبا فکنت کورا. اگه میخوای دروغ بگید خدا نکرده، خب حافظت قوی باشه. این اولین دروغ و اولین مخالفت با شرطی که با پدر کردند و بر این شرط پدر اجازه خروج بهش داد. لیکن همطور که عرض کردم، کاد المریب ان یقول خذونی، انسان مشکوک خواسته نخواسته خودشو لو میده. ولی میگند که گفتند که فاکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، گرگونو خورد. و چرا هیچ کدوم شما رو نخورد، همونو خورد فقط، ولیکن تو باور نمی کنید اگرچه ما راستگو باشیم. یا اینکه اینو گفتن برای که میدونن که پدرشون تصدیقشون نمیکنه، باورش نمیشه، هر کار بکنن. کلمه آمنه، این کلمه چطوری متعدی میشه؟ یا خودش تعدی مفعول میکنه، آمنه الله من جو، آمنه هم من خوف، همچنان در سوره قریش آیه چهارمه، یا بابا آمنه بهی. آمنه بهی یعنی چی؟ یعنی تصدیقش کرد، اعتقاد بهش آورد. یا گفته میشه آمنه لهو، یعنی در اون چی که گفته باورش کرد، تصدیقش کرد. اینجا پدرشون رو متهم میکنند که اونم با چالش که تو اگرچه ما راستگو باشیم تو باورمون نمیکنید، در صورت که خودشون میدونن دروغ میگن. لیکن این کلمه راست آوردن تا با این راست دروغشون رو بپوشونند. بلد نبودند. اینا با میامدن مدرسه خمینی تا کلینی که چطوری بدونن دروغ بگن، چطوری با دروغ قانون اساسی بنویسن، چطوری با دروغ ملت ها را فری بدن، نهدهم دین اسلام دروغ بکنن.